دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مغز جوان، تنی سالم داشته باشید. امروز میخوام در مورد کنفرانس امنیتی مونیخ که چند هفته پیش تمام شد نکاتی رو صحبت بکنم. در زمان جنگ سرد یک سری برنامه های خارج از سیستم دولتی، یعنی اون NGO ها، برنامه هایی رو داشتن که تأثیرات بسیار عمیقی رو روی سیاست یا اقتصاد کشورهای غربی میگذاشت و واقعیت برنامه دولتی نبودن، برنامه هایی بودن که تینک تنک ها و انسان های فعال در زمینه های مختلف سمینارها و کنفرانس هایی رو برگزار میکردن و معمولا در سیاست گذاری کشورهای غربی تأثیر میگذاشتن. دو تا از این کنفرانس ها بعد از جنگ جهان، بعد از جنگ سرد ادامه پیدا کرد. یکیشون کنفرانس اقتصادی داووس بود، اجلاس اقتصادی داووس در سوئیس، و یکیش هم کنفرانس امنیتی مونیخ. اجلاس داووس بیشتر حول محور اقتصاد هستش و کنفرانس امنیتی در امنیتی مونیخ بیشتر در مورد سیاست‌های امنیتی کشورهای مختلف هستش. معمولا تا قبل از جنگ سرد بیشتر این کنفرانس ها برنامه ریزی برای کشورهای غربی عضو جناح ناتو بود و بیشتر روی سیاست های اونا تأثیر میگذاشت و برنامه ریزی های سالانهی که میکردن معمولا جز برنامه های دولتی میشد، جز برنامه هایی میشد که ناتو دنبال میکرد مثلا در مسائل امنیتی. به هر حال دو تا کنفرانس بسیار مهم، کنفرانس اقتصادی یا اجلاس داووس و کنفرانس مونیخ هستش که در حال حاضر هم ادامه داره. کنفرانس امنیتی مونیخ معمولا از اشخاص و احزاب و سیاستمداران و دولت مردان کشورهای مختلف جهان تشکیل میشه و معمولا سیاست هایی رو که در سال آینده کشورهای غربی دنبال میکنند رو به صورت برنامه، به صورت کنفرانس، به صورت سمینارهای مختلف، جلسات پرسش و پاسخ پیش میبره و سیاست هایی رو برنامه‌ریزی میکنه برای سال آینده. کنفرانس امسال مونیخ، کنفرانس امنیتی مونیخ، سه محور اساسی بحث داشت. یکی از محورهای اساسی همونطور که شما میتونید پیش بینی بکنید مسئله جنگ روسیه و اوکراین بود و تأثیراتی رو که بر دنیا خواهد گذاشت، بالاخص بر سیاست‌های امنیتی کشورهای عضو ناتو خواهد داشت. برنامه بعدی که بحث روش بود و جزء محورهای اصلی مذاکرات کنفرانس مونیخ بود، مسئله تایوان و احتمال درگیری نظامی آمریکا و چین بود و تأثیراتی که این مناقشه بر فعالیت‌های امنیتی جهان خواهد داشت و مشکلات امنیتی که در جهان ایجاد خواهد کرد هستش. محور سوم که من علاقه دارم در موردش صحبت بکنم، محوری هست از سه محور اساسی که در اونجا بود، مسئله کردستان. یعنی با وجود اینکه افراد مشخصی از اپوزیسیون ایرانی در این کنفرانس، در حاشیه این کنفرانس، در خود کنفرانس نه، در حاشیه این کنفرانس به در سمینارهای حاشیه‌ای شرکت کردند و در ارتباطات و پیوندهای دیپلماتیکی که با افراد مختلفی داشتند، اینها جدا از محور اصلی مذاکرات اجلاس امنیتی مونیخ بود، کنفرانس امنیتی مونیخ. مسئله مهمی که در اونجا بود سه محور داشت: اوکراین، تایوان و کردستان. ایده‌ای که در این مراسم هستش و در مورد اون به اصطلاح بحث جدل شد و برنامه ریزی شد این بود که مشروعیت دادن به حکومت اقلیم کردستان، ایجاد سفارتخانه‌های مختلف در اقلیم کردستان، کنسولگری‌های مختلف و مشروعیت دادن به حکومت اقلیم کردستان. شاهد این خواهیم بود به زودی که در کردستان به اصطلاح سفارتخانه‌های مختلفی ایجاد خواهد شد و این سفارتخانه‌های مختلف سعی خواهند کرد که متقابلا نمایندگی سیاسی حکومت اقلیم کردستان را در کشورهای مختلف به همراه خواهد داشت و این یک قدم به سمت مشروعیت دادن به حکومت کردی خواهد بود این موضوع.
کسانی که برنامه های منو دنبال میکنن میدونن که پیشبینی من در چند سال گذشته این بوده که سال 2023 سال بسیار سرنوشت سازی از لحاظ سیاست کردی خواهد بود و احتمال این که این بنیانهای اساسی حکومت کردی رو در این سال ببینیم و شاهد باشیم بسیار بالاست. به هر حال برنامه کنفرانس امنیتی مونیخ چون قسمتی اساسی از سه قسمت اساسی کنفرانس مسئله کردستان بود، میشه پیش بینی کرد که به اصطلاح این مسئله کردستان بتونه در آینده بحث‌های بسیار پیچیده و مهمی رو در سیاست بین‌المللی داشته باشه. اتفاق دیگه ای هم هستش که در مورد اون برنامه خاصی خواهم گذاشت در مورد انتخابات ترکیه، ولی اینجا اشاره کوتاهی بهش بکنم و اون این که در انتخابات ترکیه جناح اپوزیسیون 6 حزبی رو که اتحاد ملت رو تشکیل داده بودن، کاندیداتوری کمال قلیچدارولو رو قبول کردن و ایشون به عنوان نماینده اپوزیسیون در انتخابات دو ماه آینده شرکت خواهد کرد. بزرگترین مشکلی که آقای قلیچدارولو داشت این بود که حمایت احزابی مثل ای پارتی یا حزب خوب به اصطلاح ای پارتی و حمایت این گروه به اصطلاح تقریبا افراطی ناسیونالیسم ترک رو با این کاندید داشتن، یعنی همراهی کردن حزب ای پارتی با کاندیداتوری کمال قلیچدارولو، یکی از معضلاتی بود که تا چند وقت پیش حتی به سمت انشقاق این ائتلاف پیش رفت. ولی مشکل اساسی این بود که ایشون دو تا نقطه ضعف بسیار بزرگ داره. یکی از نقطه ضعفاش اینه که کرد هست، اهل درسیم در کردستان ترکیه هستش. درسیم همان شهریه که بعد از انقلاب آتاتورک به اصطلاح در یک مواجهه خونین با حکومت مرکزی آنکارا به اصطلاح مشکلات بزرگی رو داشته. کمال قلیچدارولو اهل درسیم است و کمال قلیچدارولو یک فردی هست که از دیدگاه مذهبی یک فرد علوی مذهب است و این علوی مذهب بودن یکی از نقاط ضعفی هستش که به اصطلاح این جریان ناسیونالیسم ترک سنی مذهب مخالفش بود که ایشون کاندید بشه. به هر حال بعد از تمام مشکلات ایشون کاندید هست و اگر دقت بکنید ما سه قسمت از جغرافیای تقسیم شده کردستان رو یواش یواش به سمت مشروعیت دادن بهشون پیش خواهیم رفت و میماند مسئله ایران و اون اتحادی که بین احزاب اپوزیسیون در ایران پیش آمده. مادامی که نتواند با کردها هماهنگ باشد و کردها رو همراه خودش بکنه، متاسفانه چیزی به غیر از شکست نخواهد داشت. به هر حال منطقه خاورمیانه مشکلاتش حل نخواهد شد مگر اینکه مسئله کردستان حل بشه. ولی یک چیز رو هیچ وقت در ذهنتون فراموش نکنید، برای کشورهای خارج از جغرافیای منطقه اینکه چه کسی در اونجا رهبری رو به عهده میگیره، کدام قومیت مثلا در دولت هستش و کدام قومیت در دولت نیست اصلا فرق نمیکنه. برای اونا مهم این است که بتوان با این کسی که در قدرت هستش رو در حکومت هستش بتوان مراوده کرد، بتوان تجارت کرد، بتوان قراردادهای دیپلماسی رو پیش گرفت. کورت ها نشون دادن که از لحاظ اون درک اجتماعیشون از سیاست، فعالیت های تشکیلاتیشون در هر چهار قسمت تحت اشغال بسیار منسجم عمل میکنن. الان در ترکیه HDP حزب کردی تنها حزبی هست که اعضای حزبش با دیسیپلین فراوان تا 98%شون بر اساس تصمیمات حزبی عمل میکنن، حتی کسانی که هوادار این حزب هستن. یعنی اگر حزب HDP کاندیدی رو به اصطلاح حمایت بکنه، تقریبا 98% اعضابش رأی میدن و
و برعکس اگر کاندیدی رو انتخاب نکنه و بر علیه حزبی موضع گیری بکنه 98% اعضا پشت رهبری حزبشون قرار میگیرن. و این رو در کردستان ایران در این انقلاب ژیان آزادی یا زن زندگی آزادی هم دیدیم که مناطق کردنشین بسیار بسیار دموکراتیک و بسیار منسجم و به اصطلاح دارای بافت تشکیلاتی عمل کردن، برخلاف تمام اقوام دیگری که در ایران زندگی میکنن. به اصطلاح خواست حزبی، فعالیت حزبی در مناطق کردنشین بسیار فعال است. حالا این رو در عراق هم میتونید مشاهده بکنید، این رو در سوریه هم میتوانید مشاهده بکنید که گروه های کرد منسجم ترین و به اصطلاح همراه ترین تشکیلات، هوادار و عضو رو دارن. با امید اینکه روزی در ایران دموکراتیک دور هم جمع بشیم و بحث های فکری و سیاسی بکنیم، نه اینکه در مورد حقوق اولیه اقوام صحبت بکنیم. فقط این رو یادآور بشم که اگر براتون امکان پذیر هست این برنامه ها رو لایک یا سابسکرایب بکنید و اجازه بدید که دیگران هم ببینن و نظراتشون رو بنویسن. شما هم اگر براتون امکان پذیر باشه در قسمت نظرات خودتون رو بنویسید که من در فرصت چیزی ازشون یاد بگیرم و اگر پاسخی لازم بود پاسخ بدم. به امید دیدار شما در ایرانی سربلند.